روسیه وایي د سولې کلی په اسلام آباد کې نه خو په کابل کې ده، په دې شرط چې حکومت له طالبانو سره معنادار خبرې پیل کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوب له رسنیو سره په مرکې کې ویلي دي چې د سولې کلی په اسلام آباد کې نه ده خو په کابل کې ده، مګر په دې شرط باندې چې افغان حکومت له طالبانو سره معنادار خبرې پیل کړي. همدې وکینو موړي ویلي دي چې د امریکا او ناټو په شل کلن حضور کې ترهګري ډلې که څه هم پیاوړي سوي دي خو دوی بیا هم چمتووالی ورته لري. دا خبرې په داسې حالت کې دي چې په دې وروستیو کې طالبانو ګڼ شمېر ولسوالۍ سکوت کړي دي او دا ولسوالۍ له هم سکوت کیږي، او په وروستیو کې د فراه ولایت انارلی ولسوالۍ ودانۍ هم په بمونو باندې او لزوله ده. سلامونه، زه ریم خان شیدم، د کابل نیوز ډیالوګ خبرونه ته مو هرکلی کوم. غواړو نن د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې را سره د ولسي جرګې غړي ګل احمد نورزاد را سره دی. نورزاد صاحب، تاسو هرکلی وایي، ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته وخت راته راکړي. د زمیر کابلوب دا خبرې په څه معنا دي؟ در قدم نخود سلام عرض ادب دارم خدمت مردم شریف و نجیب افغانستان در داخل و خارج کشور که بیننده تلویزیون کابل نیوز هستند. همین لحظه سلام خدمت شما و همچنان خدمت همکاران بخش تخنیک شما. متاسفانه تا اندازه گپ زمیر کابلوف واقعیت داره، چون ما افغانا در بین خود آشتی نکردیم، امیال در بین خود نظام افغانستان. شما ببینید در طی دو دهه اگر ما به این طرف یک نظر اندازی کنیم، امیال خیلی چهره های سیاسی، شخصیت های سیاسی که با طالب اونا دشمن هستن ولی با نظام آشتی نیستن. در بین نظام افغانستان یک امانگی وجود نداره، یک اعتماد وجود نداره، یک فضای تقابل از بین سیاسیون افغانستان، جریانای سیاسی افغانستان. خود به خود اینمی زمینه باعث شده که امروز طالب در میدان جنگ دست بالای داشته باشه و قدرت و توانمندی بیشتر را به خود پیدا کنه و حکومت در موضع ضعیف باشه. اگر حکومت در بین خود اختلاف سیاسی نمی داشت، اختلاف دیدگاه نمی داشت، با تمام سیاسیون افرادی که موثر است در شرایط کنونی بر نظام افغانستان، موجودیت از در بدنه نظام افغانستان با اونا آشتی میکرد، اونا در پهلوی نظام می بود. نظام ما در یک جایگاه بسیار بلند و قدرتمند و توانمند قرار داشت. متاسفانه که ما باید اصلاحات از خانه خود شروع کنیم. مشکلات زمانی که ما این مشکلاتی که فعلا موجود است اینا را از میان برداشتیم، در اون وقت میشه که ما مثلا اون وقت بعد از باز قدم بعدی کلید صلح افغانستان احتمال داره در کشور پاکستان و یا کشورهای دیگه که در قضای افغانستان دخیل است. افغان سیاستوال خپل په منسکی هماهنگی یا امژغین سره لري، د نظر یوالی نه لري، او که افغان حکومت ایس د سولې د خبرو اراده نه لري. زمیر کابلوف له خبرو څخه داسې ښکارېږي چې دی وایي چې افغان حکومت هیڅ اراده نه لري او دی باید د طالبانو سره معنادار خبرې پیل کړي، که څنګه؟ من پیشترم بر شما عرض کردم، حالا میگم حکومت افغانستان اراده به رسول نشان داده. امی که 4000 زندانی طالب رها کرد، خود از یک گام بزرگ بود در راستای شروع مذاکرات بین الافغانی که یعنی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان مذاکرات در دوحه رسما آغاز میشه. یک گام برداشت. مثلا در چند موضوع دیگه هم حکومت از خود انعطاف نشان داد، ولی متاسفانه که امی فضای آلوده داخل فضای آلوده سیاسی نظام و اختلافات درونی نظام باعث ازی شد که طالبان تمایل نشان ندن برای گفتگوی صلح یا به میز مذاکره، اونا حاضر نشوند. اونا 100% خود پیروز میدان و پیروز جنگی که در افغانستان فعلا داغ شده و امروز هر روز از ما، از مردم افغانستان، از مردم بیچاره و مظلوم افغانستان قربانی میگیره، متاسفانه که اونا فعلا خود برنده جنگ احساس میکنه. عالم برای حکومت افغانستان، برای سیاسیون افغانستان، برای شخص جلالت ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، خواستم من رئیس نماینده مردم افغانستان اینمیست که در این شرایط اساس در این دقیقه 90 اینا از اختلافات درونی که بین خودشان در اختلافات خرد و کوچکی که از اختلافات سلیقه‌ای و قومی را بگذارن کنار به خاطر نجات وطن، نجات وطن از بدبختی های بیشتر که ما طرف یک بحران بسیار وحشتناک میریم. امی لحظه که ما با شما صحبت میکنم میره به اطمینان میگم که افغانستان در یک پرتگاه نابودی است. امروز اعتبار بین المللی خود ما از دست دادیم در افغانستان. ایره ما بر شما اطمینان میدم که طالب هم برنده جنگ نمیشه، به جز از اینکه خونریزی در بین مردم افغانستان دوست برای پشتن داره
افغان سیاستوال ټول وای چې موږ سوله غواړو، هیڅ یو سیاستوال تر اوسه پورې نه دی ویلي چې موږ له طالبانو سره سوله نه کوو، یا حکومتي چارواکو نه دی ویلي چې موږ له طالبانو سره سوله نه کوو، ټول وای چې موږ سوله کوو. د دوی ترمنځ دا اختلاف چې موجود دی پچتی شي دی، ولې دی؟ څه غواړي؟ خو امی که کلیگی در برابر طالب اینا کلیگی یک نظر واحد داره در برابر طالب و در مورد صلح هم اینا همگی طرفدار صلح هستن، کلیگی بر صلح باور دارن که صلح باید، ولی امی که در یک محور دوره هم جمع نمیشن به خاطر یک حکومت داری. خوب امروز اگر حکومت افغانستان پشتیبانی مردمی در افغانستان میداشت، متاسفانه با کارکردهای نادرستی که از طرف بعضی از مسئولین حکومتی سر زده، امروز موضوع فساد است، بی‌عدالتی است، قومگرایی است، این مسائل باعث شده که مردم افغانستان از نظام فاصله بگیره. اگر مردم افغانستان در کنار نظام افغانستان می بود با او اردو قوای مسلح 350,000 نفری، طالب هیچ وقتی جرأت نمی کرد که بیای ادعای پیروزی کنه در جنگ افغانستان. ولی متاسفانه که همی که ما میگیم ظاهرا به زبان میگیم ما به صلح طرفدار هستیم، هر زمانی که ما در از بین خود صلح کردیم و اختلافات سیاسی را گذاشتیم کنار، اختلافات قومی را گذاشتیم کنار، اختلافات سمتی و چپی و راستی را این مسائل گذاشتم کنار به خاطر یک افغانستان واحد و نجات افغانستان از این قهقرای نابودی که فعلا طرف از ما روان هستیم، ما یک دست می شدیم. طالب هم اتمن او با لکه مکش داست نوزدار صاحب ویلی چی دوی طول یو نظر لری او د طالب پر وړاندی دریزم یو ډول دی، دا چی یو ځای نصر راټولیږي دلته اساسي لامل چې شدی د چوکۍ غوښتنه ده، د پیسو غوښتنه ده، د واک غوښتنه ده، د شهرت غوښتنه ده، څه غوښتنه اصلي څه ده؟ متاسفانه شما ببینین امیل لحظه که ما گفتای خود که بر شما باسند ایراه کنم، امروز جنرال دوستم در جبهات شمال افغانستان در برابر طالب موضع گرفته و می جنگه و ای از کی ادایت می گیره و او حکومت افغانستان ایچ وقت تایید هم نکرده جنگ زورا و ایچ وقت امایت هم نکرده و ایچ وقت از اون نخواسته که در شرایط کنونی بره در جنگ. او یک مارشال مملکت است، او سمت رسمی در بین قطعاتی که او مدیریت جنگ زورا جنرال دوستم به دوش گرفته در اوج رسمیت هم نداره، ولی او رفته به خاطر دفاع از قوم خود، از منطقه خود، از مردم خود، از امو مردم صفات شمال او جبهه باز کرده بر علی طالب میزنه. از هر طرف دیگه صدا بلند میشه از طرف رهبرای اهل تشیع در افغانستان که ما اگر ضرورت شه ما سلام میگیریم و ما به خاطر دفاع از در برابر به خاطر دفاع از مردم خود در برابر طالب ما سلام میگیریم و دفاع میکنیم از مردم خود. شما ببینید اینجا موضوع دیگه در حال شکل گرفتن است. پس در حالی که حکومت افغانستان هم با طالب امروز عملا در جوابات جنگ می جنگه، چرا یک امانگی در بین زنا وجود نداره؟ چرا یک اتفاق، یک همدلی و یک همدیگر پذیری در بین زنا وجود نداره؟ چرا همین مدیریت جنگ از یک جا قمانده نمیگیره؟ هر کس برای خود. ایخو جنگ در افغانستان دیگه هم شدت پیدا میکنه، جنگ به کوچه و خانه و به ولسوالی و قریه و شهر مردم افغانستان. دوی ترمز دغه امژغیر من سکیدل ډیره زیاته سخت ده او که پرشتیا سره نغوشتل کیږي د ارګ لوري یا د ولسمشر غنی لوري کوازی وای. متاسفانه کسایی بودند که در چهار طرف رئیس جمهور ذهنیت خراب به رئیس جمهور داد و رئیس جمهور نتانست که کشور در این وضعیت کنونی از این بحران نجات بده. عالم گرچه وقت ختم نیست، عالم سر وقت است که رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تمام جریان‌های سیاسی را، شخصیت‌های سیاسی و تاثیرگذاره که امروز در افغانستان هم پای مردمی داره هم توانایی نظامی داره، اونا را به یک شکل بخوان و از اونا با اونا یک رقم جرأت کنه، انعطاف نشان بده، خواستای برحق از اونا که خواست قانونیشان است اونا را به گوش باز بشنوه، با اونا رسیدگی شوه، بالاخره دل از اونا را به دست بیاره. در برابر جنگی که در افغانستان امروز، متاسفانه جنگ افغانستان جنگی است که در این کشور هر روزی که اثر از جنگ میگذره کشورهای بیشتر در جنگ افغانستان دخیل میشه، اوضاع وخیمتر میشه، جنگ شدت بیشتر میگیره، او وقت از کنترل حکومت حتی از کنترل طالب هم خارج میشه. من به باور هستم که حکومت افغانستان هم به تنهایی خود توانایی زیر نداره که طالب شکست بده و طالب همی توانایی را نداره که از رای قدرت نظامی شاید 10 ولسوالی دیگر هم بگیره، 20 ولسوالی دیگر هم بگیره، ولی فکر نکنم که اونا بتانه امروز بیان در افغانستان قدرت به زور سلاح و تفنگ بگیره. شاید یک کم پیشروی یا دستاورد داشته باشه در این نابسامانیایی که امروز در بین نظام افغانستان وجود داره، ولی خواست ما از طالب هم همیست، از حکومت افغانستان هم همیست که اول مردم افغانستان 4 دهه در آتش دود و بارود
جنگ سه. زندگی کرده بله. هر خانه افغانستان قربانی داده. برای حل را بنی با نظر سه بحث کو که څه هم زمیر کابلوب یوازې افغان حکومت شولې دی چې هغه باید مانادار خبرې له طالبانو سره پیل کړي. فکر کوي چې طالبان هم د سولې د پروسې په برخه کې چې اوس یو ډول ټکنۍ سوې د جګړې زور اخیستې دی، دوی بریدونه زیات کړي دي، ولسوالۍ پر لپسې نیسي، یو ډول ملامت یا او که یوازې پړه د افغان حکومت. اگر واقعیت آدم بگو امروز در افغانستان واقعیت ار دو طرف مشکلات خود داره. امروز طالب تا دیروز امیال وقت کشی میکنه، چون امروز اونا هر روز شاید تصرف نقاط بیشتر از حکومت افغانستان است. اونا امروز وقت کشی میکنه که ما از این طریق بتانیم مثلا چند تا مرکز ولایت از خود بدیم و قدرت بیشتر در افغانستان بگیریم، حکومت در جایگاه ضعیف قرار بگیره و حکومت بالاخره توانایی خود از دست بده و دنیا حمایت خود از طالب اعلان کنه و طالب بالاخره به این شکل بیای سر قدرت. فکر نکنم این خیال است و محال است جنون. ما خواستم از طالب، از حکومت امیز که امروز شرایط صلح در افغانستان فراهم شده، امروز مذاکرات صلح در افغانستان ادخل یک صفحه جدید به نام مذاکرات صلح در دوحه یا استانبول بالاخره باز شده. متاسفانه که در 42 سال جنگ در افغانستان هیچ وقت دو گروه متخاصم در جنگ اینا روبروی هم دیگر نشستند. سره لدی چې طالبانو د استانبول کنفرانس کې ګډون کول رد کړل، او سره لدی چې جګړې ته زور ورکړی دی، پر لپسې ولسوالۍ نیسي او جګړې زیات کړې د بریدونه د پیوژنې زیاتې سوې دي. په ورسې کې که څه هم د ځینو د پیوژنو په اړه یې څوک هم پر غاړه باندې نه اخلي، د روسیې د چارواکو دغه ډول څرګندونې څه معنا لري چې یوازې او یوازې افغان حکومت شوی یا طالب ته اشاره نه ده پکښې شوې؟ غواړي څه پیغام ورسوي افغان حکومت او طالبانو ته؟ متاسفانه که کشورهایی که در قضای افغانستان در طی 4 دهه دخیل بودند در قضای افغانستان، بالاخره به یک شکل به یک نحو در جنگ افغانستان اونا دخیل بودند و تاثیرات خاص خود داشتند، یا منفعت و یا ضرر خاص خود داشتند، همیشه در قضای افغانستان صادقانه و منصفانه و بی‌طرفانه قضاوت نکردند. اگر ابراز نظر کردند، اگر طرح پیشنهاد کردند، همیشه جانبدارانه بوده. اگر کشورهای شرقی یا غربی یا کشور پاکستان یا هر کشور دیگه که در امور داخلی افغانستان بالاخره منافع خود اونا دنبال میکنه در قضای افغانستان، اونا همیشه جانبدارانه قضاوت کرده. اگر امروز چون حکومت افغانستان با کشور این رابط خوب داره، اگر این صدا از یک قول دیپلمات هندی مطرح میشد، طبعا او باز طرف مقابل طالبا را میگفت، ولی امروز زمیر کابلوف میخزه برای دولت افغانستان میگه. این هم به یک نحو جانبدارانه است، این شعله‌ور ساختن دیگه هم جنگ در افغانستان هستن. بهرنی ودونه خوب طبعا د خپل ګټو په مخ باندې هغه نیابتي ډلو یا هغه کسان چې دوی ملاتړ کوي دغه په نه په باندې به څرګندونې کوي. افغان ولست یا افغان سیاستوال په ځانګړې توګه باندې تاسو څه ډول قضاوت کوي د سولې پر رواني پروسې کې؟ افغان حکومت ډیر زیات پړ دی، د سولې پروسې ته خنډ جوړ کړی دی، او که طالبان؟ متاسفانه ای بر سنگ و چوب افغانستان معلوم است، بر مردم افغانستان معلوم است، بر جهانیان معلوم است، بر تمام کشورهایی که در قضای افغانستان اونا عملا زیر ذره‌بین و دوربین خود داره و موضوع وضعیت افغانستان اونا نظاره گر هستن، برای کلی معلوم است که امروز کی در جنگ افغانستان از صلح به صلح تن نمیده و حاضر به گفتگوی صلح نیستن و کی نمیخواد در افغانستان صلح برقرار بشه. من بیشتر امروز در بحث شروع مذاکرات صلح گروه طالبان ملامت میکنم، ایره وجدانن ایمانن بگم، نه که من چون زیر چتر نظام جمهوری اسلامی افغانستان عضو مجلس نمایندگان هستم، من نماینده مردم هستم، من مامور حکومت نیستم، و ایره من به عنوان یک نماینده مردم واقعا میگم طالبان را اگر واقعا اراده بر صلح دارین، دیگه این کشور از بیشتر طرف ویرانی نبرین، این کشور طرف بربادی نبرین، این جوانای از سرزمین دیگه طرف کشتن نبرین. امروز طالب هم اگر کشته میشه اولاد از این وطن است، اگر عسکر هم کشته میشه اولاد از این وطن است، اگر مردم بیگناه کشته میشه، مگه تنها جنگ نیست که امروز از ما قربانی میگیرن؟ بله. 30 میلیون انسان ما به دام مواد مخدر امروز اعتیاد شدن، به دام هر روز اونا به شکل مرگ آرام روزانه 200 300 از اینا میمونن. بله. کسا هم دیره کسان پرام دی باور باندې دی لکه تاسو چې کوم نظر درلودی، خو یو شمیر کسان پر دی باور باندې دی چې افغان حکومت غواړي په لوی لاسره د سودی روانه پروسې ته خندونه پیش کی، تر اوسه پرې لا یو
اجماع ملی اجماع نه در منځ کړي د سولې په برخه کې یو واحد تر هتر اوس پورې نه لري او سره لدی چې د سولې پروسه ټوله افغانان غوښتن کې دي د سولې غوښتن کې چې سولې تامین سي خو افغان حکومت بیا هم ځینې داسې کړنې تر سره کوي چې غواړي په خپل واقع پات سي دوی مثال له پاکستان سره معاملې یادې چې غواړي له پاکستان سره بیلابیل معاملې وکړي پر ډیورن پر ذکر شبانې تر تیر سو غواړي چې پوز د پاکستان په واقع ورته ورکړي هغه وروزي استخباراتي معلومات سره شریک او دغه ووس چې ترکیه غواړي چې د امیت کرزي نړیوال هوایي ډګر ساتنه وکړي هلته به پاکستان هم ورسره ډېرې کسان پر دې باور باندې دي چې ممکن دا هم له پاکستان سره د معاملې یو برخه یې ځکه د پاکستان لوی درستیز او د برېټانیا لوی درستیز چې رالي ځینې تفاهمات ورسره سوي خو لا رسمي څه نه دي ویل سوي فکر نه کوي چې افغان حکومت هم په دې برخه کې پرده یې که څنګه ما گفتم ایتو نیست که حکومت افغانستان ما 100% برات بدیم که حکومت افغانستان در تداوم جنگ افغانستان امی که بیعتمادی بین مردم و نظام افغانستان به وجود آمده امی که مردم از نظام افغانستان فاصله گرفته سیاسیون از نظام افغانستان فاصله گرفته اینا همه مشکلات است که مسئولیت زیبا دوش حکومت افغانستان است رهبری حکومت افغانستان است اگر امی اجماع ملی را که حالا میخوان اینا شکل بده یا شورای ملی حکومتداری را که میخوان شکل بده حالا من نامزد را درست حافظه ندارم که چی نام سر از اون اگر امیر حکومت اشرف غنی 6 سال پیش میکردی کارا یا در زمان احمد کرزی امی کار صورت میگرفت یا مثلا در زمان حکومت دوم دکتر صاحب اشرف غنی امی صورت میگرفت امروز ما شاهد وضعیت فعلی نمی بودیم متاسفانه اشتباهات صورت گرفته حالا به خاطر جور کردن اجماع چون ناوخت شده مشکلات از زیاد است که تا وقت کل چهرهایی که با اونا یک عالم اختلاف سیاسی و اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر در تمام مسائل حکومت داشتن اونا را زیر یک سقف جمع کنن و اینا را متحد بسازن و در برابر جنگ و در برابر پیشرفت و ترقی و در برابر مبارزه با فساد و چالش هایی که فعلا در نظام افغانستان وجود داره اینا را متحدانه از اینا استفاده کنه کار بسیار مشکل است ولی کار زود نیست ایره ای کاش دو سال پیش حکومت افغانستان به نیازمندی یا به ضرورت پای می بود و این مشکل داشت 15 کال مخ کی 10 کال مخ کی توجه تو ورنس ولا اوس هم اړتیا ده توجه نه ورته کیږي په ځانګړې توګه باندې د افغان حکومت لخوا څخه افغان حکومت په دې ډول کړنو سره څه غواړي چې د سولې پروسې ته یو مستقیم ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې خنډ جوړي څه غواړي په واقع پاتې کېدل او که له طالبانو سره سوله نه کول یا بل څه ما را تایید نمی کنم که حکومت افغانستان امروز به خاطر شروع مذاکرات صلح و یا به تفاهم رسیدن مذاکرات صلح بین هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان مانع ایجاد کرده باشه نکرده درست شاید کوتاهی کرده باشه کمکاری کرده باشه ولی حکومت افغانستان ایرا گفتم صادقانه آدم قضاوت کنه حکومت افغانستان در این حکومت افغانستان آماده همکاری است آماده ازی است که مذاکرات صلح جریان پیدا کنه و در او بالاخره به یک نتیجه که خواست بر حق مردم افغانستان است که 40 سال در دود و بارود زندگی کردن یک صلح دائمی در افغانستان برقرار بشه ما با هیئت گفتگو کننده صلح ششتم با جناب مجروح صاحب با اونا ما صحبت داشتم و اونا نظریات خود جریانه که در شروع جلسه دوحه بین هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان چی گذشته بود و اینا سر چی مسائل صحبت کرد با تفصیل امروز اینا صحبت کردیم اونجا برام بیشتر ثابت شد که حکومت افغانستان اراده برای صلح داره که چه هم افغان حکومت ساس باور من داره دیره یوش من نور کسان بندی باور بنده چی اراده لری 15000 بندیان و آزاده ولی یوش مثال دی خونی وقت داور بنده کیجی چی لاتروس پوری یا واحد تر هنده دارم انسا سوی ملی اجماع نداره من سا سوی او لکه څنګه چې لازمه ای چې د واک پریښولو لپاره چمتو سي افغان چارواکي چمتو نه دي طالبانو چې جګړې ته زور ورکړی دی څه غواړي د جګړې پر مټ باندې دوی غواړي چې په ټول افغانستان باندې واکمن سي او که کوم بل هدف لري ساس باور سره خو متاسفانه چې اوس دوی دغه دستاور چې لري دوی ته داسې اطمینان پیدا شوی دی چې دوی غواړي ګواکې ټول افغانستان تر ولکه را خپل تر قیادت لاندې راوړي او دا ما مخکې ویل ما ویل دا مشکل کار دی مشکل د طالبان چې ټول افغانستان ونیسي که یو څو ولایت هم سقوط ورکړي بیا هم افغانستان نیول یو مشکل کار دی دغه اوس هم شرایط معیا دی د سولې دپاره دوی که رښتیا افغانستان پر دوی باندې ګران دی د افغانستان ولس پر دوی باندې
ګران دي او پرشتي هم که دوی غواړي چې د وطن لپاره ا د امریکایان قوت د افغانستان څخه خارجيان وته دوی په اول ورځ ول د امریکایان ترغو چې امریکایان په افغانستان کې موږ افغانستان حکومت موږ افغانستان کې سلا توپک مزکت نه پرېږدو او جنگ کو نو اوس خو د امریکایان هم لاړې خارجيان هم ټول لاړې راځي خپل وطن سره خپل ولس سره خپل ملت سره اشتیو کو په دا جلسه کې افغان حکومت نه افغان حکومت کولی سي چې طالب په بشپړ ډول باندې لمن زوي سي او نه طالب کولی سي چې په ټول افغانستان نو څه کول پکار دي حلار سره رای حل همیز از دید ما امروز چانس بر افغانا امروز یک چانس طلایی ایره اتا میتانم گفته چانس الماسی بر مردم افغانستان امروز مایا شده امروز اگر طالب جنگ میکنه طالب امروز آدم میکشه طالب امروز افغانستان از پیشرفت و ترقی باز میداره امروز در بدنی حکومت هم متاسفانه فساد است قومگرایی است بی‌عدالتی است در اینجا صدمه و ضربه مردم افغانستان میبینه مردم افغانستان مثل گندم که بین دو سنگ آسیا من تمام حرکات و تمام عملکرد حکومت افغانستان هم تایید نمیکنم امروز متاسفانه که فساد در نهادهای حکومت در نهادهای عایداتی حکومت به شکل پیپیشینه جریان داره تعصبات قومی مشخص است امروز تقرری ها رو میبینیم تعیینات میبینیم که به سمت خاصی یا به قوم خاصی یا به جنای خاصی یا به تیم خاص توجه میشه و خیلی کادرای از وطن بی سرنوشت میگردن شما امروز ببینید در نهادهای امنیتی که من امروز هم بحث کردم در پارلمان افغانستان جنرال ما داریم که توانمندی اداره پنتاگون داره ولی متاسفانه که امروز اونا در خانه خود ششته مصروف ساتیری امره اولادا و طفلای خود هستند از استعداد از اینا از توانایی از اینا از تجربه از اینا از علمیت از اینا از اندوخته از اینا استفاده صورت نمیگیره امروز افراد به اساس سلیقه‌های خاص میاد شما رو ببین تقریرهایی که در می آخر در نهادهای امنیتی صورت گرفته شما وزیر داخله را محاسبه کنین این کجا از این ظرفیت و توانایی و لیاقت و شایستگی یک پست کلیدی را در شرایط جنگی داره بله. وزیر دفاع مملکت چند ماس که مریض است و باعث وزی که ما هزاران جنرال کارکشته و توانمند مربوط هر قوم افغانستان پشتون بله. تاجک حالا ما بحث زبان و قوم هم نمی کنم حداقل ما بیارم افراد به اساس لیاقت و شایستگی کار بله کار سپرده شود ولی کو از ملیت از همون کوچکترین ملیت افغانستان باشه بیاریم او را مسئولیت بدیم که به خاطر دفاع از وطن به خاطر بهبود وضعیت نظام به خاطر سوق اداره منظم قطعات و جستامای قوه مساله افغانستان افراد کارکشته را بگماریم وضعیت بدون شک تغییر میکنه از حالت به یک حالت مثبت تغییر میکنه در اون وقت طالب هم حاضر میشه در میز مذاکره می بسل و خواستم از گروه طالب و از گروه حکومت امیز که از این فرصت طلایی یا الماسی که من نامش پیشتر ماندم بیایم استفاده کنیم این فرصت را نگذاریم مس کنیم امروز اگر این فرصت از دست ما رفت دیگه دنیا نسبت به قضیه افغانستان بی تفاوت میشه و هیچ کس دیگه در این قضیه دخیل نمیشه و اینجا ما شاید هر روز قتل مردم افغانستان دیر زیاد منن کو سلام بحث کوم برخه در وخت سره د کابل نیوز د ډیالوګ پرونی که در من لیدن کو د نن لپاره مو ډیالوګ هم دومره ول ملتیا مننه کوم تر بیا پر خدای سپارم د لا پامن